پس از آنکه مقامات چین انجام تست کرونا در پکن پایتخت این کشور را به تمام مناطق آن گسترش دادند، احتمال آغاز قرنطینه‌ای سختگیرانه در این شهر 22 میلیون نفری افزایش یافته است. در ابتدا تنها ساکنان منطقه چاویانگ پکن ملزم به انجام تست اجباری کرونا شدند، اما این روند به تدریج به سایر مناطق پکن گسترش یافت. مقامات بهداشت چین روز گذشته از شناسایی 33 مورد ابتلای جدید در پایتخت خبر دادند که از روند نسبی افزایش مبتلایان حکایت دارند. تصمیم مقامات پکن برای انجام تست گسترده کرونا مدتی پس از افزایش قابل توجه مبتلایان و فوتی‌ها در شانگهای رخ داد. کلان شهری 25 میلیون نفری که مدتی است تحت قرنطینه شدید قرار دارد تا از افزایش موارد ابتلا و فوتی در آن جلوگیری شود. ساکنان پکن نگرانند این شهر با وضعیتی مشابه شانگهای روبرو شود و مجبور به اعمال قرنطینه سفت و سخت شود. دولت درباره دسترسی کافی مردم به مواد غذایی تضمین داده، اما وجود زمزمه‌هایی درباره اعمال قرنطینه سراسری در پکن باعث ایجاد صف‌های طولانی بیرون از سوپرمارکت‌های پایتخت چین شده. آمارها نیز از افزایش قابل توجه موارد مرگ ناشی از کرونا در چین حکایت دارند. تعداد فوتی‌های کرونایی روزانه چین در بیش از یک سال گذشته هیچگاه دو رقمی نشده بود، اما از دوم اردیبهشت تعداد مرگ‌های روزانه در این کشور همواره دو رقمی بوده و این آمار در حال افزایش است، به طوری که در 24 ساعت اخیر حدود 2000 ابتلای جدید و 52 مورد مرگ و میر تازه ثبت شده است. بازارهای سهام آسیا به دلیل نگرانی از ورود پکن به قرنطینه سراسری روز دوشنبه شاهد بدترین روز خود در بیش از یک ماه اخیر بودند و سهام‌های مربوط به شرکت‌های چینی هم به پایین‌ترین رقم طی دو سال اخیر سقوط کردند.